کنند نیروهای آمریکایی بر تجدید جنگ در تابستان آینده و بازنگری برنامه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان. اعتراف پرویز مشرف بر مداخله اردو و اداره استخبارات پاکستان در جنگ 10 ساله گذشته در افغانستان. و در یک سلسله بمب‌گذاری ها در شهر پشاور بیش از 30 تن کشته و زخمی شدند. به نام خدا، با عرض سلام به خبرهای این ساعت از کابل نیوز خوش آمدید. امروز جمعه 24 دلو سال 1393 هجری شمسی است که برابر می شود با 13 فوریه سال 2014 میلادی. مشروع خبرها. قمندان عمومی نیروهای ناتو و آمریکایی از رهبران افغانستان و آمریکا می خواهد که در برنامه خروج نیروهای خارجی از افغانستان انعطاف کارگیرند. جنرال جان کمپبل با اعضای کمیته خدمات نظامی آمریکا گفته است که وی در رابطه با وضعیت جنگ افغانستان در تابستان سال 2015 میلادی جدن نگران است. از سوی هم اعضای حزب جمهوری خواه مشران جرگه آمریکا میگوید که در حاشیه نشست مونیخ رئیس جمهور غنی با آنان گفته است که طرح کنونی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان منجر به ایجاد خطرات تازه در برابر کشورش خواهد شد. تا کمتر از 40 روز دیگر فصل جنگ در افغانستان آغاز خواهد شد. فصلی که برای نخستین بار نیروهای خارجی بدون حمایت مستقیم جنگی نیروهای خارجی در برابر طالبان مسلح خواهند جنگید. هرچند ده ها هزار نظامی خارجی افغانستان را ترک کردند، اما دیده می شود که هنوزم استراتژی خروج نظامیان آمریکایی در یک حالت متزلزل به پیش برده می شود. زیرا قماندان عمومی نیروهای ناتو و آمریکایی می گوید که وی گزینه های تازه ای را برای انعطاف در برنامه خروج نظامیان آمریکایی به رهبران افغانستان و آمریکا ارائه کرده است. رئیس جمهور غنی یک شریک با اعتبار و مؤثر است. وی با برشمردن حقایق و با توجه به این که حکومت افغانستان در حالت گذار قرار دارد، از ناتو و ایالات متحده آمریکا خواسته است که در برنامه خروج نیروهای ما از افغانستان انعطاف نشان دهیم. من گزینه هایی را در رابطه با تنظیم طرز ادامه حضور نیروهای ما در چارچوب قماندانی مشترک ارائه کردم. موضوع اصلی این است که در سال 2015 میلادی ما با چه مدت در مسائل منطقه دخیل میمانیم. جنرال جان کمپبل که در رابطه با وضعیت افغانستان با چگونگی طرح خروج نظامیان کشورش با کمیته خدمات نظامی مشران جرگه آمریکا معلومات میداد، در رابطه با فصل جنگ در تابستان پیشرو ابراز نگرانی کرد و آن را آزمون بزرگتر به نیروهای افغان یاد کرد. گزینه هایی را که من به حلقه قماندانی ما پیشنهاد کردم چندین گزینه ای است که می تواند در کنار ادامه مأموریت آموزش و کمک به نیروهای افغان ادامه یابد. من مشخصا در رابطه با تابستان سال 2015 میلادی نگران هستم. این نخستین فصل جنگ است که افغان ها آن را به گونه کامل مستقلانه به پیش خواهند برد. نیروهای افغان در 2 سال گذشته رهبری جنگ را به دوش داشتند. آنان این مسئولیت را خیلی خوب انجام دادند. اما این نخستین باری است که ما با نیروهای حاضر در افغانستان این مسئولیت را به گونه کامل به نیروهای افغان واگذار می‌کنیم. گزینه هایی را که ما ارائه کردیم در آن افزایش نیروها درخواست نشده است. بسیاری از گزینه هایی را که من با رهبری نظامی مطرح می کنم شامل انعطاف در روند خروج نیروها از افغانستان است که به ما فرصت انعطاف در محدوده را می دهد. اما اعضای حزب جمهوری خواه مشران جرگه آمریکا رئیس جمهور این کشور را به سوی مدیریت ماموریت نظامی واشنگتن در افغانستان متهم می کنند، زیرا به گفته آنان باراک اوباما قضیه پیچیده جنگ در افغانستان را قربانی تصامیم سیاسی خود ساخته است. با این تصامیم تهدیدهای جدی امنیتی را برای جهان در پی خواهد داشت. اندک بودن حضور نیروهای ما در افغانستان خلایی را به وجود خواهد آورد، زیرا ما این خلا را در عراق و سوریه تجربه کردیم. عدم مدیریت درست با تروریست ها فرصت آن را خواهد داد تا با افزایش بی‌ثباتی، ایجاد پناهگاه امن و تهدیدهای مستقیم به امنیت آمریکا فاجعه عراق را در افغانستان نیز برپا کنند. نگرانی ها در رابطه با امنیت افغانستان و تهدیدهای برخواسته از ادامه این جنگ در حالی است که همکنون اقدامات پنهان و عملیات مشترک سه‌جانبه از سوی نیروهای افغان، پاکستانی و نظامیان آمریکایی در دو سوی خط دیورن در حال اجرا است، ولی اهداف و نتایج این عملیات تا حال با شهروندان افغان در میان گذاشته نشده است.
پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان میگوید در 10 سال گذشته اسلام آباد برای تخریب افغانستان قویاً از گروه طالبان حمایت کرده است، ولی به گفته وی باید این حمایت حال قطع شود. مشرف میگوید حکومت وی سخت برای تخریب و سقوط حکومت حامد کرزی تلاش میکرد، زیرا به گفته وی حکومت قبلی افغانستان در تلاش بهبود روابط با هند بود. مشرف وی اشاره به فرستادن 6 نظامی افغان به اکادمی نظامی ابتاباد و تعلیق درخواست سلاح از هند همکاری ها میان حکومت رئیس جمهور غنی و اسلام آباد را میستاید و بر تقویت بیشتر آن تاکید میکند. در این روزها کابل و اسلام آباد ظاهراً برای بهبود روابط میانشان تلاش میکنند، روابطی که به گفته پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان در 10 سال گذشته بیشتر بر تخریب افغانستان به دست گروهی متمرکز بود که از سوی ISI حمایت میشدند. پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان همکاری های تازه میان کابل و اسلام آباد را می ستاید، اما می پذیرد که در 10 سال گذشته حکومت برهبری وی نظامیان پاکستان و اداره استخبارات این کشور دست به دست هم داده و برای تخریب افغانستان و سقوط حکومت حامد کرزی کار کردند. من به این اعتراف می کنم که پاکستان جنگجویان نیابتی خود را داشت و هن هم از خودش را. به این وضعیت خیلی ناسالم بود. حال هم ادامه آن وضعیت نه به نفع افغانستان است، نه پاکستان و نه هم هند. این وضعیت باید پایان یابد. اداره استخبارات پاکستان پس از سال 2011 میلادی طالبان را تقویت کرد، زیرا غیر پشتونها در حکومت حامد کرزی دست بلند داشتند. به اینها افرادی بودند که تمایل به هند داشتند. ما به دنبال گروه هایی بودیم که با این اقدامات هند در افغانستان مبارزه کنند. و این کار را ما با برقراری تماس های ISI با طالبان انجام دادیم. آگاهان حکومت رئیس جمهور غنی را به اقدامات یک جانبه برای حفظ منافع و توجه به خواسته های پاکستان متهم می کنند، زیرا به باور آنان به شمول فرستادن نظامیان افغان به پاکستان و تعلیق درخواست اسلحه سنگین از هند و فراتر از آن تعهد برای انجام عملیات مشترک، تمامی این موارد منافع یک جانبه و آن هم به سود اسلام آباد را در پی داشته است. پرویز مشرف میگوید رئیس جمهور غنی تعادل در روابط با کشورها به ویژه پاکستان را حفظ کرده و وی به حکومت پاکستان توصیه میکند که با حکومت رئیس جمهور غنی همکاری هایش را بیشتر کند. در زمان حکومت رئیس جمهور کرزی حقیقتا وی پاکستان را تخریب میکرد و به همین دلیل ما بر ضد منافع وی کار میکردیم. این واضح است که ما هم نیاز داشتیم تا منافع خود را حفظ کنیم، اما حالا که رئیس جمهور غنی آمده است با وی تلاش میکند تا تعادل را در افغانستان حفظ کند، ما باید روی هم رفته با وی همکاری کنیم. آگاهان روحی همکاری پاکستان با افغانستان را مقطعی و تا زمان تحقق اهداف این کشور میدونند، زیرا به گفته آنان پاکستان هنوز هم در تلاش است تا در طرح سیاست خارجی افغانستان نفوذ بیشتر داشته و کابل روابط خارجیش را در مشورت با اسلام آباد طرح کند. سیاست پاکستان نسبت به افغانستان یک سیاست ثابت و استراتژیک هست و در حال حاضر هم هیچ تغییری به وجود نیامده. پاکستانی ها همان گونه که در دوره رئیس جمهور پیشین افغانستان تلاش کردند که کنترل سیاست خارجی افغانستان در اختیار خود داشته باشه و حتی به گونه غیر مستقیم از برسمیت شناخته شدن دیورند در واقع اونا تلاش کردند که استقبال بکنه و ایر بر دولت افغانستان تحمیل بکنه و کاهش نقش و نفوذ هند در آجندای سیاست خارجی خود داشتن، در حال حاضر این 3 محور هیچ تغییری درش به وجود نیامده. بنابراین این افغانستان هست که در سیاست خارجی خود میتونه ضررهای را متحمل شود. پاکستان میخواد رئیس جمهور اقفال بسازه، گویا که رئیس جمهور کرزی سیاست های خوب نداشت و میخواهد که سیاست های بیرونی افغانستان و پاکستان رقم بزنه که قبلا ما در طول 13 سال دیدیم و پیش از 13 سال هم ما شما تجربه کردیم و پاکستان همیشه میخواهد افغانستان هم منعیسی یک صوبه خود، یک سرحد خود استفاده بکنه که حال او خواب خیال بوده که او دیده. امروز اردوی افغانستان، ملت افغانستان فضل خدا نهادهای امنیتیش سرپای خود استاد است. او خوابه ده که پاکستان دیده بود که با منایس یک صوبهش باشیم کاملا به گور خورد بود. اعتراف این مقام پیشین نظامی پاکستان بر وجود روحیه ضد افغانستان در حلقات سیاسی و نظامی پاکستان در حالی است که افغانستان و پاکستان به تازگی وارد همکاری های نچندان آشکار در بخش نظامی شدند. با گفته آگاهان حکومت افغانستان با عبور از درخواست کمک اسلحه سنگین از هند نخستین گام برای پذیرش نفوذ پاکستان در طرح روابط خارجی افغانستان را برداشته است.
حکومت افغانستان میگوید عملیات جاری در افغانستان تنها از سوی نیروهای افغان انجام می شود و به هیچ کشور دیگر اجازه انجام عملیات در خاک افغانستان دادن نخواهد شد. در خبرنامه های جداگانه از ارگ ریاست جمهوری و سفارت پاکستان در کابل آمده است که وزارت خارجه پاکستان از قول وزیر داخله این کشور گزارش های را که گویا نیروهای افغان و پاکستانی عملیات مشترک را در افغانستان انجام دادند رد می کند. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری و اعلامیه سفارت پاکستان که مشابهت مفهومی در آن دیده می شود آمده است، وزارت خارجه پاکستان گفته است که وزیر داخله پاکستان در گفتگو با رسانه ها در مورد انجام عملیات مشترک نظامیان افغان، پاکستانی و ناتو اشاره نکرده است. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید به بهانه اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی تلاش‌های آغاز شده است تا خارجی‌ها دوباره به این کمیسیون‌ها وارد شوند. این کمیسیون میگوید تعداد از حلقات داخلی پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی آینده تلاش‌های را برای بی‌باور ساختن مردم آغاز کردند و به حمایت خارجی‌ها می‌خواهند در کمیسیون‌ها جای پا پیدا کنند. کمیسیون انتخابات می‌گوید درباره اصلاح نظام انتخاباتی طرح خود درباره اصلاح نظام انتخاباتی را با معاون دوم رئیس جمهور شریک ساختند و در کنار اصلاحات تکنیکی برخی از تغییرات به میان خواهد آمد. برای پای استفاده شدن کمیسیون های انتخاباتی برای اولین بار تلاش ها برای به اعتبار ساختن و از بین بردن این کمیسیون ها ادامه دارد. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید تعداد از حلقات سیاسی داخلی و شمار از نهادهای ناظر انتخاباتی با بهانه اصلاح نظام انتخاباتی میخواهند تشکیل فعلی کمیسیون های انتخاباتی را از بین برده و یک بار دیگر خارجی ها را در این کمیسیون وارد بسازند. بردن خارجی ها پس دوباره در میز انتخابات مکاری نیست که به نفع ملت ما شما باشه، به نفع کشور ما شما باشه. ما شما باید هر روز سعی کنیم که از میزان وابستگی های مالی و سیاسی خود به خارج بکاهیم، نه اینکه باز دوباره بعد از 10-12 سال دوباره برگردیم و انتخابات های ما شما رو خارجی ها برگزار بکنه. ولی تردیدی نیست اینکه بالاخره انتخابات گذشته ما شما مثل انتخابات های سال های قبل مشکلات داشت، ولی ما شما سعی کنیم در هر انتخابات میزان این تقلبات و مشکلات رو کم بکنیم، نه اینکه با آوردن و مسلط کردن خارجی ها و با آوردن بعض افراد مغرض در کمیسیون ها مشکلات رو بیشتر بکنیم. کمیسیون مستقل انتخابات تقلب در انتخابات گذشته را رد نمی کند، اما می گوید تقلب به اندازه نبود که قانون اساسی زیر پا گذاشته شده و برنده و بازنده انتخابات در قدرت شریک شوند و اگر اسناد از دست داشتن کمیشنران در تقلب پیدا شود حاضرند با قبول استعفا به محکمه حاضر شوند. اگر اینایی که میگن که اعضای کمیسیون باید برن کنار، به چی دلیل باید برن کنار؟ به خاطر از اینکه یک تعداد تقلب شده؟ تقلب آیا واقعا سم با کار اعضای کمیسیون بوده؟ ما بارها گفتیم بیای بررسی شو، بیاین بررسی بکنن. اگر مشخص شد که فرد الف ب جیم هر کسی اگر دخیل بوده در امور تقلب انتخابات، اینا محاکمه شوند. در غیر از این صورت نه قانون اجازه میده که رقمی برخورد شود و نه اخلاق اجازه میده که رقمی برخورد شود. یک کسان آمدن کار کردن، زحمت کشیدن، شما اینا همینا رو به اعتبار بکنید، به حیثیت بکنید، با آبرویشون بازی کنید و هم اینا رو از کار بیکار بکنید. هفته گذشته رئیس جمهور به معاون دومش سرور دانش وظیفه سپرده بود تا با مشوره با نهادهای ناظر انتخاباتی طرح را برای اصلاح نظام انتخاباتی کشور آماده کند. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید در دیدار با معاون دوم رئیس جمهور طرح را برای اصلاح نظام انتخاباتی با وی شریک کردند. چند روز پیش اعضای کمیسیون با جناب معاون دوم رئیس جمهور یک دیدار داشتند و در اونجا بحثای زیاد مطرح شد و از جمله این که چه اصلاحاتی قرار بیاره در کمیسیون. خب البته این که حکومت چه اصلاحاتی رو میخواد در کمیسیون بیاره و به چه صورت میخواد بیاره اون مربوط به خودشان است، اما پیشنهاد کمیسیونی هست که کمیسیون نیاز به یک سلسله اصلاحات تکنیکی داره و جای تردید نیست، چون همه انتخابات های گذشته ما متاسفانه به خاطر مشکلاتی که در کشور ما وجود داره با تقلبات همراه بوده. در حال برای وارد ساختن خارجی ها در کمیسیون های انتخاباتی تلاش می شود که انتخابات گذشته با دخالت خارجی ها و شماری از سفارت خانه ها بی‌باور ساخته شد و در نظام جمهوری ریاست اجرایی به وجود آمد.
لویس فرانولی میگوید دوسیه های 6 تن از وزرای پیشین متهم به فساد مالی به دلیل عدم تشکیل محکمه ویژه به تعویق افتیده است. لویس فرانولی میگوید دوسیه های این مقام های پیشین حکومتی به استر محکمه فرستاده شده است، اما تا هنوز از سوی رئیس جمهور حکم تشکیل محکمه ویژه صادر نشده است. مسئولان میگویند قضیه فساد در قراردادهای وزارت دفاع ملی را جدی میگیرند و با رسیدن این دوسیه ها به لویس فرانولی آن را به طور همه جانبه پیگیری خواهند کرد. پس از گزارش های نشر شده از سوی لویس فرانولی در رابطه با دست داشتن 6 تن از وزرای پیشین حکومت در فساد اداری، ظاهراً پیگیری آن کمرنگ تر شده است. بعد از واکنش جدی رئیس جمهور بر ضد فساد اداری، برای نخستین بار لویس فرانولی لیست وزرای پیشین دخیل در فساد اداری را با رسانه ها شریک ساخت که بیشتر آنان در فساد مالی دست داشتند و صلاحیت های وظیفویشان سوی استفاده کردند. لویس فرانولی میگوید این لیست را به استر محکمه فرستاده است، اما تا حال از سوی رئیس جمهور حکم تشکیل محکمه ویژه صادر نشده است. وزرایی که قبلا متهم به فساد اداری یا جرایم دیگری به اداره لویس فرانولی دوسیه داشتن، ما دوسیه از اینا را قبلا به سر محکمه افغانستان فرستاده بودیم. مطابق قانون باید محکمه خاص در نظر گرفته شود که دوسیه های وزیرا را بررسی کنه و ما نمیتونیم که دوسیه های وزرا را به محاکمه مثلا که دوسیه های سایر از متعمیر ما معول میسازیم به وجه بفرستیم و منتظر هستیم بران وقتی که رهبری افغانستان، جناب رئیس جمهور افغانستان، سر محکمه افغانستان همچنین یک محکمه را ایجاد بسازه، من بعد اگر دوسیه دیگری از وزرا به سران ولی مواصلت میکنه مرجع معولش معلوم است. مسئولان در لویس فرانولی میگویند در مورد مقامات حکومتی دیگر نیز تحقیقات را آغاز کردند و هرگاه آنان در فساد اداری دخیل شناخته شوند با آنان برخورد قانونی خواهد شد. لویس فرانولی از اقدام برای بررسی قرارداد تیل وزارت دفاع ملی از سوی رئیس جمهور استقبال می کند و می گوید که با رسیدن این موضوع به فرانولی دست به کار می شوند. دفاع وزارت اگر موضوعان چه ولسمشر لخوا دهیت لخوا سیرل کیگی تر روز سرانولی تر رسیدل نده، چیرتی چه سرانولی تر ده موضوع وسه ورسیگی منگ خپل اجراعات که و بیا افغانستان ملت خپل اجراعات نوایو. در حال حاضر کمیسیون ویژه ریاست جمهوری در پیوند به اتهام وجود فساد گسترده مالی در قراردادهای تدارکات وزارت دفاع به ویژه قرارداد تیل این وزارت بررسی ها را آغاز کرده است، اما گفته می شود که در این قضیه به شمول جنرالان فعلی وزارت دفاع ملی، مسئولان پیشین بخش تدارکات نظامی وزارت دفاع ملی نیز شامل هستند. یک تن در قلات مرکز ولایت زابل 7 تن از اعضای خانواده اش را با شلیک گلوله به قتل رسانده است. قمندان امنیه زابل میگوید در میان کشته شدگان به شمول خانم و برادران فرد مهاجم اعضای خانواده وی شاملند که بیشتر آنان زنان و کودکان هستند. فرد مهاجم درست پیش از زندان ولایت زابل رها شده بود و به گفته نزدیکانش به دلیل استفاده از مواد مخدر وی در حالت خوب روانی قرار نداشت. دته خپل کور کې دزې کړې کلم چې د کور دروازه ما تکل کور ته ورننه وتل نو غزما ګوري چې راته په کور کې د کورنۍ ټول غړي مړ پاتې دي چې دا انسان تقریبا دور زموږ کې د مابس څخه خلاص شوی او تقریبا یو کال دې بندي او دا انسان عصبي تقریبا د لودو د عصبي تقریبا په اساس باندې هم د ټولو په بد عمل باندې اختصاصي د خپل غرور وراندار خپل ښځه خپل ماشومان او وراره د کلشکوب د ډزو په واسطه باندې وژني. او تیم ملی کرکټ کشور پیش از اشتراک در مسابقات جام جهانی از جمله 4 کشور 3 کشور را شکست داد. اداره کرکت بورد کشور میگوید بازیکنان افغان با روحیه بلند بازی میکنند و با شکست تیم امارات امیدواری ها برای خوب درخشیدن آنها در مسابقات جام جهانی بیشتر شده است. قرار است تیم ملی کرکت کشور تا 5 روز دیگر در نخستین دیدار با تیم بنگلادش مسابقه کند. تیم ملی کرکت کشور برای اولین بار برای اشتراک در مسابقات جام جهانی آمادگی می‌گیرد. اداره کرکت بورد می‌گوید در حال حاضر بازیکنان تیم ملی کرکت کشور در مسابقات دوستانه بهتر از همه تیم‌ها درخشیدند.
با باشکست امارات متحده عربی امیدواری ها برای بهتر بازی کردن بازیکنان تیم ملی کرکت در مسابقات جام جهانی نیز بیشتر شده است. پرلړې والا کښې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې روحیه ډېره ښه ده، په ډېر ښه مورال سره نړیوال جام کې مخامخ کېږي. ولې په دې چې مخکې افغانستان کرکټ ملي لوبډله هلته ولاړه شي، په عربي متحده اماراتو کې د سکاټلینډ او د ایرلینډ سره لوبې درلودلې چې هغوی دواړو هېوادونو ته یې ماتې ورکړلې، او همداشانتې نورې لوبې ترسره کړې، په هغه لوبو کې هم بریا درلودله، او چې دا څو ورځې د تمرینات ترسره کړل، دغه تمریناتو کې هم د افغانستان نتیجه ډېره ښه وه. ولې په دې چې افغانستان نړیوال جام لوبډلو کې به له هغه لوبډلو څخه ویسي چې خپلې ډېرې لوبې وګټلې. صدر اعظم هند نریندر مودی هم در صفحه تویترش بازیکنان افغان را ستایش کرده است و ابراز امیدواری کرده است که افغانستان با اولین حضور در مسابقات جام جهانی کرکت برنده شود. با تاریخ 18 ماه فوریه در مسابقات جام جهانی افغانستان در برابر بنگلادش به میدان خواهد رفت و پس از آن با تیم کرکت انگلستان روبرو می شود. ډېر ښه مورال سره به انشاءالله په لومړۍ لوبه کې د بنګلادیش پر وړاندې د فبروري په 13 نیټه مخامخ کېږي، او همداشانتې تاسو بهتر معلومه چې افغانستان په ای ګروپ کې دا ډېر قوي ټیمونه ورسره مخامخ دي، لکه د استرالیا، نیوزیلینډ، سریلانکا، سکاټلینډ، همداشانتې انګلستان. دې لپاره پروګرام پروګرامونه جوړ شوي دي، دې لپاره پلان جوړ شوی ده. زموږ د لوبغاړو روحیه ښه ده او مخامخ لوبډلې هم په دې پوهېږي چې افغانستان یو له پیاوړو لوبډلو څخه ده. پیش از اشتراک افغانستان در مسابقات جام جهانی میان 4 کشور مسابقات دوستانه را اندازی شد که از این میان تیم ملی کرکت کشور توانست 3 کشور را شکست دهد. خبرهای جهان هم لحظات بعد تقدیمتان می‌گردد، با ما باشید. باز هم خوش آمدید به ادامه خبر از جهان. در اثر چندین انفجار بمب در پشاور پاکستان 19 تن کشته و بیش از 20 تن دیگر زخم برداشتند. مقامات امنیتی پشاور میگویند نخست شماری از افراد مسلح داخل مسجد شیعه های این شهر شدند و پس از شلیک چندین فیر مرمی صدای 3 انفجار در داخل این مسجد شنیده شد. باشندگان محل میگویند که تعداد افراد مسلح به 5 تن میرسید و ملبست با یونیفرم نظامی بودند و سلاح‌های سبک و سنگین را با خود نیز حمل می‌کردند. و خبر اخیر این که آلمان میگوید نشست سران 4 کشور در منسک با امیدواری‌های برای پایان معضل اوکراین همراه شده است، اما برای تحقیق این امیدواری‌ها باید تلاش‌ها بیشتر شود. قرار است این گفتگوها بار دیگر به اشتراک سران کشورهای روسیه، آلمان، فرانسه و اوکراین در منسک پایتخت بلاروس پیگیری شود تا به اساس توافق منسک آتش بس در اوکراین روی کار آمده و بحران جاری در این کشور با توافق تمامی جوانب پایان یابد. قرار است سران کشورهای اروپایی پیش از نشست منسک در بروکسل پایتخت بلژیم گرد همایند و در رابطه با طرح آلمان برای حل بحران اوکراین و آتش بس در این کشور گفتگو کنند. با تشکر از همکاران تخنیکی، این بود اخبار مهم از افغانستان و جهان. است توجه و همراهیتان جهان سپاس. خدا بند نگهدارتان.